بازسازی گل 35 متری روبرتو کارلوس. بنا به درخواست های شما در پارت قبلی بازسازی گل لیونل مسی که گل 27 متری لیونل مسی رو روی ضربه کاشته بازسازی کرده بودیم، خیلیاتون گفتین که آقا بیا گل روبرتو کارلوس رو مقابل فرانسه بازسازی کن، همون ضربه ایستگاهی که روبرتو کارلوس افسانه‌ای با بیرون پا کاتدار زد و دروازه‌بان هاج و واج موند. الان می‌خوایم اون گل رو بازسازی کنیم، اما این گل یک سختی بسیار زیادی داره که داخل ویدیو بهتون میگم. اما برای کسایی که پارت‌های قبلی رو نگاه نکردن این پارت بهمون اضافه شدن، این رو بدونید که آخر این که ما گل رو بازسازی میکنیم، شما باید توی کامنت ها از 1 تا 20 به این گل نمره بدین. پس بریم سراغ ویدیو ببینیم که میتونیم گل رو بازسازی کنیم یا نه. گلی که روبرتو کارلوس زدش از روی ضربه کاشته از فاصله 35 متری دروازه بود که توی خیلی از سایت‌های ایرانی به اشتباه نوشتن از 40 متری بوده، در صورتی که از 35 متری دروازه بوده، دقیقاً از همین جایی که می‌بینید، اما یک مقداری مایل به راست بوده، یعنی یک مقداری مایل به پایین که دیوارهای دفاعی سمت راست توپ قرار گرفتن. اما مشکل ما اینه، به خاطر اینکه دروازه ما سر جاش وایساده داخل ویدیو، یعنی ویدیوی اصلی، ما نمی‌تونیم این گل رو در بخش تمرین بازسازی کنیم، به خاطر اینکه نمیتونیم دروازه‌بان حریف رو در تمرین سلکت کنیم. پس باید بریم توی بخش بازی اصلی. اما اشکال نداره، میارزه. خب ما واسه خودمون برزیل رو برداشتیم و واسه حریفمون فرانسه رو برمیداریم. میخوام برم بهتون کیت ها رو نشون بدم. همینجوری که میبینید کیت ها دقیقاً واسه اون زمان، دقیقاً سال 1997 و 1998 بود که این بازی اتفاق افتاد و بازی 1-1 شدش و دقیقاً هم همین کیت ها بودن. کیت برزیل کیت یکش بود، کیت فرانسه هم کیت اولش بود و همینجوری میخوام برم بهتون نشون بدم که من بازیکن‌های اون موقعشون آوردن. الان همینجوری که می‌بینید واسه اونور هانری و دنی همه بازیکن‌های اون موقعشون هستن، زیدان و همه بازیکن‌های اون موقع هستن. واسه ما هم روبرتو کارلوس و رونالدینیو و رونالدو و آدریانو و پله، کلا همه بازیکن‌های اون دوران رو من واسه هر دو تا تیم آوردم. کیت‌هاشون هم تکمیل. پس به این بخش نمیشه هیچ ایرادی گرفت. اما برای نمره دادن توی این ویدیوی به خصوص که به شدت سخت ضربه زدنش، باید به چند نکته توجه بکنید. نکته اول که خیلی مهمه اینه که ما نمیتونیم این مدل شوت رو که با بیرون پا باید کات خیلی زیادی به توپ بدیم، خیلی یعنی زیاد، نمیتونیم به حالت معمولی شوتو بزنیم، یعنی همینجوری شوت بزنیم و یه جهت بگیریم اینور شوت توپ کات بگیره، نمیشه. چون توی پی اس کلا شوت های بیرون پا مخصوصا توی کاشته اصلا کات نمیگیرن، و اگرم بگیرن خیلی کم میگیرن، چون توی ویدیو اصلی توپ خیلی کات گرفته. ما باید به سختی هر چه تمامتر توسط ناکل شاتی که روبرتو کارلوس داره این گل رو بازسازی کنیم و به توپ یک کات عجیب غریب بدیم. نکته دوم اینه که آقا توی ویدیوی اصلی که شما مشاهده کردید، دیوار دفاعی که فرانسه گذاشته بود 4 عدد بود، اما ما توی PS 21 و کل سری نسخه های PS نمیتونیم به هیچ عنوان تعداد دیوار دفاعی که قرار میگیره جرمون رو دست بزنیم، چه توی تمرین چه توی بازی واقعی. پس از این بخش هم ایرادی نمیشه گرفت، چون خیلیاتون گفته بودین و جزء ایراد حساب کرده بودین، اما جزء ایراد نیستش و اگر میشد من درستش میکردم. خب همینجوری که میبینید جلوی ما دو تا دفاع قرار میگیره و ما نمیتونیم بیشترش کنیم، اما باید توپ رو جوری کات بدیم که از کنار دیوار دفاعی دقیقاً بره سمت راست وسط دروازه، یعنی بالا پایینش باید حفظ بشه، اون وسط دروازه هستی، سمت راست دقیقاً باید بره از کنار دیوار دفاعی و باید دروازه‌بان حریف هم سلکت بکنیم، چون توی ویدیوی اصلی دروازه‌بان هیچ واکنشی نشون نداد جلوی این توپ. بس بریم واسه اولین ضربه. خب واسه اولین ضربه بریم سراغش. وای نزدیک بود، ولی خیلی کارمون سخته. همینجوری که دروازه‌بان حریف رو سلکتش میکنه، اون هیچ واکنشی نشون نمیده، اما از این ور ضربه زدن خیلی سخته، اون ضربه که گول بشه خیلی سخته. ضربه بعدی آقای روبرتو کارلوس میاد پشت توپ قرار میگیره، دروازه‌بان حریف باید حتما سلکت بشه. بریم سراغ کار. روبرتو کارلوس میزنه ضربه رو. وو چقدر نزدیک بود. آقا بریم سراغ ضربه بعدی. روبرتو کارلوس رو اینجا من میذارم، دروازه‌بان هم سلکت میکنم. به نظرم همین جا خوبه که ما هدف گرفتیم. بریم وسش. آهان این بازسازی گل از بازسازی گلای قبلی خیلی سخت‌تر و زمان‌برتره، واسه اینکه ما باید داخل بازی هی خطا بکنیم، اما توی ترینگ خودش خطا رو انجام میدادش دیگه، هی نیاز نبود ما خطا بکنیم. آقای روبرتو کارلوس باید کات عجیب بدیم به تو، مثلا یه کمی اینجا فکر کنم خوب باشه. بریم ایشالا این گله. ضربه بعدی دوباره دروازه‌بان رو سلکت میکنیم. حالا از اینجا یک کات خیلی زیاد میخوام بدم به توپ. آهان و
آقا ضربه بعدی من یادم نره دروازه‌بان حریف رو سلکت بکنم، چون خیلی مهمه یه دونه میزنه یه دفعه همونجا باید بره بعد دروازه‌بان بگیره، خیلی دیگه رو مخ میشه اونجوری. یک مقداری آقای روبرتو کارلوس بچرخون توپو. آهان خدایی بزن روبرتو. وو بابا چرا یه دونه دیوار دفاعی میاد قرار میگیره، دیوونه است خداییش. اما اشکال نداره من میزنم. نزدیک بود، خیلی نزدیک بود. آقا یک من میگم باید بیشتر از 70% فکر کنم 80% باید توپ رو پر کنیم. مثلا یک کمی آها یک کمی بیشتر. بابا بزن یه دونه تو چارچوب. بابا چرا یه دونه دفاع میاد وای میسه اصلا من خورد کرده. بزن ببینم. چرا گرفت دروازه‌بان؟ آقا از این به بعد من باید دروازه‌بان رو سلکت بکنم یک مقداری بیارمش اینورتر، میبینی؟ یه همچین چیزی، چون اونم دیوار دفاعشون سمت راست قرار گرفته بود. اگر ویدیو اصلی رو ببینید دقیقا دروازه‌بان همین جوریه. بزن روبرتو جان هرکی دوست داری بره تو گل. بابا روبرتو خیلی این چلنج سخته، به شدت یعنی سخته. آقا خیلی خوب پار کردم. وای خیلی نزدیک بود. آقای روبرتو کارلوس لطفی که به ما میکنی فقط او خیلی پر کردم. وای روبرتو کارلوس عزیز اونور رو هدف میگیره. وای بابا آقای روبرتو کارلوس یک مقداری اگر با ما را بیای به خدا من یه درصدی هم پورسان به تو میدیم. وای پول پرست، عجب آدم پول پرستی هست. چه گولی میزنم حتی پیست، حال کن فقط. چه موهایی داره این خدایی، حال کرده جوری بازسازی کردم. همین ویدیویی که شما داری میبینی الان شده یه ساعت، یک ساعت من پای این ویدیو هم. خدایی خیلی قشنگ زدم. البته دروازه بود نباید ریاکشن نشون میداد، اما گاوه دیگه ریاکشن نشون داد، تقصیر من نیست، من بردمش دو متر اونور فقط خودش گاوش پرید. اما به هر حال امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بریم با هم دیگه یک مار دیگه ببینیم که چجوری این گل رو زدیم. ریپلی رو بهتون نشون بدم یک لحظه فقط ببینیم که توپ چگونه درون دروازه قرار گرفت توسط آقای ماتیپس. آقا نگاه کنید جاینری، نگاه کنید چجوری ماتیپس این توپ رو گل کرد. دقیقاً از بغلشون خدایی خوب زدم دیگه. موافقی یا موافق نیستی؟ یک لحظه من مشکوکم که از بالا سرشون رفته باشه. اگه اینجوری باشه کنسل، خدا نکن. یه لحظه صبر کنید رفقا من ببینم که از انقدر توپ بالا رفت اصلا. نه آقا از کناره قشنگ از کناره دیگه، قشنگ نیم متر از کناره، یه خط بکشی قشنگ از کنار. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. هر چقدر که از این ویدیو خوشتون اومده لایک این ویدیو رو بترکونید و سابسکرایب کانال ام یادتون نره و حتما اینستاگرام هم فالو بکنید که سایتر برسیم به 50k یا 60k و حتما واسه یه پارت بعدی بازسازی گل بگین که دوست دارید چه گلی از بازیکن‌های افسانه یا هر بازیکن دیگه‌ای واسه پارت بعدی بازسازی کنیم. خواهشاً گل خیلی سخت نگید، گل خیلی آسون هم نگید. پس حتما این مورد رو به یاد داشته باشید. ممنون که تا آخر ویدیو رو کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.